چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلامت تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من، کلامت تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت. درود عرض می کنم خدمت شما بینندگان گرامی در هر کجای دنیا که هستید. به قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید. در ادامه مطالعه رومیان به فصل 12 رسیدیم و امروز ادامه این بخش رو با هم بررسی می کنیم. یادآوری می کنم که در برنامه گذشته از آیات 1 تا 8 از نامه رومیان فصل 12 رو با هم بررسی کردیم و متوجه شدیم که این فصل شروع بخش کاربردی رساله رومیانه. پولس رسول در فصل‌های 1 تا 8 درباره بخش تعلیمی صحبت کرد. فصل‌های 9، 10 و 11 بخش تدبیری بودند، اما از ابتدای فصل 12 تا پایان این رساله شروع بخش کاربردی و عملیه. در ابتدا اجازه می‌خوام خوش آمد بگم به مهمان برنامه، برادر یوسف ریاض. درود بر شما برادر. درود بر شما. خوش اومدین. متشکرم. همچنین خوش آمد میگم به شما حاضرین گرامی. برادر یوسف، لطفاً مفهوم کلی آیات 1 تا 8 که جلسه گذشته بررسی کردیم رو برای بینندگان توضیح بدید. پولس در آیات 1 تا 8 بعد از اینکه درباره عطایای خدا صحبت کرد، در این آیات درباره انتظارات خدا صحبت میکنه و به نظرم این درخواستی عادلانه است. از طرف خدایی که این عطایا رو بهمون بخشیده که در 8 فصل یعنی فصل‌های 1 تا 8 ثبت شده. و بعد فراوانی فیض، حکمت و معرفت اونو دیدیم و همینطور عطایای اونو که نامحدود هستن. فکر میکنم منطقیه که بهمون بگه خدا از ما انتظار داره که نوع رفتارمون با باقی مردم این دنیا تفاوت داشته باشه، اینکه ما او رو بپرستیم و اطاعت و خدمتش کنیم و ازش بترسیم. به باور من این چیزی عالیه، اما عالی‌ترین چیز اینه که او اینو با اقتدار رسالتی نخواست، بلکه میخونیم بنابراین ای برادران من با توجه به رحمتهای الهی از شما درخواست میکنم. این یعنی از رحمتهای الهی استفاده میکنه و نمیخواد روی دوششون باری بذاره یا اینکه براشون محدودیتی قائل بشه، بلکه ازشون تمنا میکنه بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است، هم شکل این جهان نشوید، بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد. این برای برکت ماست. بعد اراده مفید، پسندیده و کامل خدا را تجربه می‌کنیم. بعد از صحبت درباره تقدیم بدن به عنوان قربانی و اینکه فهمیدیم شخص چطور می‌تونه اراده خدا را تجربه کنه، پولس درباره انواع عطایا صحبت کرد. بله. او با برخی از عطایا که دربارشون صحبت کردیم شروع کرد و در ادامه در آیه 9 میگه محبت بی ریا باشد، از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. در آیه 10 ادامه میده با محبت برادرانه یکدیگر را دوست دارید و هر یکدیگری را بیش از خود اکرام بنماید. برادر یوسف، لطفاً درباره محبت توضیح بفرمایید. خدا محبته و خدا نوره. این طبیعت خداونده. او محبت و نوره، برای همین به عنوان نور میگه از بدی بگریزید و به عنوان محبت میگه در عمل محبت کنید. محبت فقط در حرف یا در احساسات نیست. گرچه کلمات و احساسات مهمن، اما جاری شدن اونها خیلی سخت نیست. ولی محبت بسیار فراتر از اینه. به همین خاطر میخونیم که یکدیگر را با محبت مسیحایی دوست بدارید. این یعنی ما نباید فقط محبت داشته باشیم، بلکه لازمه که اونو نشون بدیم. با استفاده از روش‌های نشون دادن محبت که خانواده خدا رو متمایز می‌سازه، چون خدا محبت. محبت برادرانه چیه؟ در زبان یونانی محبت برادرانه رو فیلئو میگن. خداوند ما رو با محبت کامل و مطلق دوست داره و ما هم باید به همدیگه محبت کنیم. پتروس در مورد این محبت برادرانه در رساله اول خودش صحبت کرد. در هر فصل یک بار، یعنی در کل رسالش 5 بار، در یکی از اونها گفت اکنون چون از حقیقت اطاعت میکنید جانهای خود را پاک و منزه ساخته اید.
می توانید یکدیگر را صمیمانه دوست داشته باشید. و در ادامه می فرماید پس یکدیگر را از دل و جان دوست بدارید. بنابراین هشدار می ده که از ریاکاری در محبت بپرهیزید. یعنی حرف خوب زدن جلوی رو و خنجر زدن از پشت، این رفتار با شخصیت مسیحی مغایرت داره. لطفاً توضیح بدید محبت برادرانه در دنیا و خارج از حیطه فرزندان خدا هم وجود داره؟ خب من فکر نمی کنم که این طور باشه. شاید نوعی دوستی بین افراد وجود داشته باشه، اما نه این نوع محبت برادرانه که ارزش والایی داره. به یاد دارم که شخصی گفت وقتی برادری رو که هرگز قبلا ندیدم ملاقات میکنم، احساس میکنم که از برادر خونیم که در خدا تولد نداره و زندگیش مثل من نیست بسیار به من نزدیکتره. بنابراین محبت برادرانه محبتی والاست که خانواده الهی به وسیله اون متمایز میشه. پس نسخه حقیقی اون فقط در خانواده الهی وجود داره. درسته. و باقی محبت‌های موجود در دنیا نسخه قلابی‌اند. بله، اونا واقع بینانن و پشتشون اهداف و منافع خوابیده. اما محبت حقیقی جاری شده از قلبی پاکه. اگه قلبی پاک نباشه از کجا میاد؟ برای همین عبارت محبت برادرانه در عهد جدید 8 بار اومده. دقیقاً. عددی که اشاره داره به تولد تازه، خلقت تازه و شروع تازه. خب من اینو نمیدونستم، اما اگه 8 بار تکرار شده پس این عدد زیباییه، چون واقعاً عدد خلقت جدیده. اجازه بدین استراحت کوتاهی داشته باشیم. بینندگان گرامی به زودی برمیگردیم، با ما همراه باشید. به دومین بخش برنامه خوش اومدین. بریم و با هم سوالات حاضرین رو بشنویم. در آیه 11 می‌فرماید با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق خدا را خدمت کنید. لطفاً درباره این آیه توضیح بدین. با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق خدا را خدمت کنید. برادر، این آیه به چه معناست؟ در واقع سخت کوشی صفت بسیار زیباییه و بیش از هر چیز مشخصه مسیحه. آیا شخصی را که در کار خود مهارت دارد می‌بینی او در حضور پادشاهان خدمت خواهد کرد؟ آیا این کوشش یا جهاد؟ این کوشش. جهاد نیست. خیر نیست. بسیار خوب. کوشش یعنی من در کارم سخت کوشی داشته باشم. مثلا در امثال فصل 12 نوشته شده که مردم تنبل حتی شکار خود رو هم کباب نمی‌کنن. این یعنی شخصی شکار می‌کنه اما شکارشو کباب نمیکنه، بنابراین او از شکارش به هیچ عنوان منفعتی نمیبره. میشه گفت که این نهایت تنبلیه و تنبلی نقطه مقابل کوششه، اما مردم زرنگ از هر فرصتی استفاده میکنند. این بسیار عالیه که یک ایماندار حقیقی مثل یک دانش آموز یا کارمندی سخت کوشه. و البته اون چه که باید درش سخت کوش باشه خدمت کردن به خداوندمونه. کوشش خصوصیت بسیار باشکوهیه. این خصوصیت خداوندمونه. در مرقس برنامه روزانش رو میبینیم و اینکه با تمام توانش کار میکرد، چون که بارها میخونیم فوراً. این مسیح خداوندمونه. با کوشش و خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق کافی نیست که فقط دستام کار کنه، بلکه قلبم هم باید مشتعل باشه. با شوق و ذوق، اینو میتونستی در مورد آپولوس بگی وقتی که صحبت میکرد. او پر از شوق و ذوق بود و با کل وجودش حرف میزد. او درباره حقایق بزرگ با دلسردی حرف نمیزد. شوق و حرارت روحانی هم نیاز بود. بعد از عبارتهای با کوشش، خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق، به ما این طور میگه که خداوند را خدمت کنید. پس خدمت ما به خداوند با این دو روشه. کوشش یعنی دستهایی که با تلاش کار میکنند و دلی که سرشار از محبت و شوق نسبت به خداوند و جانها. تفکری غلط وجود داشت و بارها هم تکرار شده که میگه فیض یعنی بی خیال بودن. حتی یک اصطلاح عامیانه هم وجود داره که میگه تازه شو و خونسرد باش. یعنی چون من نجات رو نه از طریق اعمال بلکه به خاطر فیض دریافت میکنم، بنابراین خاصیت زندگی من باید خونسردی باشه و بیخیالی. با توجه به عبارت کوشش خستگی ناپذیر، در مورد خطرات عدم کوشش بگید. به باور من خطرات عدم کوشش رو در افراد تنبل مشاهده می‌کنیم. این دسته از افراد هیچ وقت خوشحال و شاد نیستن. می‌بینیم سردرگمن که آیا ایمان دارن یا نه؟ و در این سردرگمی از خودشون میپرسن آیا من ایماندار حقیقی ام یا نه؟ وقتی بمیرم به جهنم میرم.
پتروس رسول در نامه دوم خودش اینطور میگه: به این سبب شما باید سخت بکوشید. نمیگه بکوشید، بلکه سخت بکوشید. زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد. هرچه بیشتر بکوشید تا زندگی شما ثابت کند که جزء دعوت شدگان هستید. و به این ترتیب به شما اجازه داده می شود با پیروزی به پادشاهی جاودان مسیح وارد شوید. نجات به واسطه فیضه. اما این نجات که به واسطه فیضه به من اجازه نمی ده که به سبک زندگیم در گذشته ادامه بدم، بلکه زندگیمو وقف مسیح می کنم. پولس بیش از هر کسی از نجات به واسطه فیض دفاع کرده. به تلاش و سخت کوشش در زندگیش نگاه کنید. او سخت تلاش می کرد. دقیقاً. در ادامه می فرماید: امیدتان مایه شادی شما باشد و در رنج و مصیبت صابر باشید و از دعا کردن خسته نشوید. برادر، توضیح بدید این آیه به چه معناست؟ البته این یه سگانه زیبا و کامله. اول اینکه امید مایه شادی شما باشد. هیچ چیزی مثل امید به یک شخص ایماندار شادی و تسلی حقیقی نمی بخشه. در عبرانیان 6 میخونیم: پس با دلگرمی بسیار به امیدی که او در برابر ما قرار داده است متوسل میشویم. و البته معتقدم بیشتر بینندگانمون میدونن که منظور از این امید، امید بازگشت مسیحه. زمان خوشی و شادی فرا میرسه و ما تا ابد با او و در کنار او خواهیم بود. حتی اگه در مشکلی بزرگ باشم، حتی اگه در وسوسه باشم و شرایطم دشوار باشه، میتونم به این امید شاد باشم. یه روزی همه اینها تموم میشه و هر قدم منو به این زمان شاد نزدیک میکنه. پس امیدتان مایه شادی شما باشد. اگه در مصیبتم چطور؟ در مصیبت صابر باشید. او قبلا در فصل 5 گفته بود که زحمت بردباری را ایجاد میکند. بنابراین ما نباید در زحمات خسته و درمانده بشیم، بلکه حتی باید تحمل کنیم و صبور باشیم. هرگاه پریشان بودم تو به فریاد من رسیدی. این آیه در مزمور 4 یعنی تو به من وسعت بخشیدی و کمکم کردی تا بتونم صبورتر باشم. زحمت بردباری را ایجاد می‌کند و نهایتاً از دعا کردن خسته نشوید. برای اینکه همیشه صبور و شاد باشیم، باید به تخت فیض پناه ببریم تا از اون چه نیاز داریم محروم نشیم. برادر یوسف، آیا در این سه نکته قدم‌های متوالی می‌بینیم؟ قدم‌هایی که یکی به دیگری وصل میشه، مثلا شادی در امید. هرچه این امید مبارک قلبم رو بیشتر پر کنه، کمک میکنه تا با صبوری بهتر و بیشتری وارد مصیبت‌ها بشم. درسته. من معتقدم چیزی که شما گفتین بسیار منطقیه. فکر میکنم که این به مزمور 84 هم ربط داره که 4 تا خوشابه حال داره. عذر میخوام، 3 تا خوشابه حال. اولین خوشابه حال در مزمور 84 آیه 3 یا 4. خوشا به حال کسانی درست. که در خانه تو ساکنند و همیشه سرود حمد و سپاس برای تو میخوانند. این یعنی شادی در امید. خوشا به حال مردمانی که نیرویشان از توست و دلشان در شاهراهای تو چون از وادی اشکا میگذرند آن را به چشم سران بدل میسازند. اینجا منظور صبر در مصیبته. و در آخر ای خداوند متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل میکند. این خسته نشدن از دعاست. در آیه 13 می‌فرماید: در رفع احتیاجات مقدسین شرکت نمایید و همیشه نسبت به غریبه‌ها مهمان نواز باشید. معنای این آیه چیه و این افراد چه کسانی هستند، مقدسین و غریبه‌ها؟ اینجا در مورد مسیحیت در عمل می‌خونیم. مسیحیت تنها در حرف و کلام نیست. چقدر زندگی هامون با حرف پر شده و هیچ نیرو و قوتی درش وجود نداره. زندگیمون با حرف پر شده، اما مسیحیت فقط حرف نیست. در اینجا جنبه ای از مسیحیت کاربردی رو میبینیم. شرکت کردن در رفع احتیاجات مقدسین. مقدسین چه کسانی هن؟ مقدسین محبوبان خداوندند که به مسیح ایمان آوردند و با خون مسیح شسته شدند و تبدیل به مقدسین شدند. آیا این افراد احتیاجاتی هم دارند؟ در اول یوحنا 3 میخونیم: آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره‌مند است ولی وقتی برادر خود را می‌بیند محبت خود را از او دریغ نماید؟ ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود. در اینجا منظور از غریبه ها هر کسی میتونه باشه، کسایی که جایی برای موندن یا غذا خوردن ندارن. ما باید نسبت به غریبه ها مهمان نواز باشیم. در عبرانیان فصل 13 میگه: همیشه مهمان نواز باشید، زیرا بعضی ها با چنین کاری بیان که خود بدانند از فرشتگان پذیرایی کردند. او میخواد بگه بعضی ها این پذیرایی رو به عمل آوردن با اینکه نمیدونستن اونها فرشته هستن. اگه فرشته ای از آسمان به زمین بیاد،
ما به خاطر پذیرایی کردن از او می جنگیم. اما افرادی از فرشته ها در خونه خودشون پذیرایی کردن که نمی دونستن و اونها رو نمی شناختن و نفهمیدن که این کار رو می کنن چون عاشق غریبه ها بودن. و اگه بخوایم کاربرد این داستان رو بدونیم، می گیم چطور از نیازهای برادرانم مطلع بشم تا نقشی در رفع اونها داشته باشم. درسته. چند سطح وجود داره و سطح اول اینه که شخصی در رفع احتیاجات با دیگران شریک میشه. پس احتیاجات برادرش رو میدونه و دعا میکنه در رفع اون سهیم بشه یا نه. چطور به این سطح بالا برسیم که وقتی برای برادرمون دعا میکنیم با اینکه احتیاجاتش رو بهمون نگفته ولی احساسشون کنیم؟ درباره این توضیح بدید. البته این سطح برتره و همونطور که گفتید من واقعا آرزو میکنم همه ما اینطور باشیم. متکلم و شاهد، ما واقعا نیاز داریم که اونقدر به خدا نزدیک باشیم که احتیاجات برادرانمون رو حس کنیم. معمولا کسی که احتیاجی داره در اکثر مواقع در بیان کردن احتیاج خودش مردده. اما من شخصا افرادی رو از نزدیک میشناسم. مثلا کسی که به دیدار برادرش رفت. من این شخص رو به خوبی میشناسم. وقتی که رفت و به برادرش گفت امروز با من ناهار میخوری؟ اون برادر نپذیرفت اما گفت امروز با من ناهار میخوری و من اون چه که احتیاج داری و بهت میدم. اون برادر گفت احتیاج من از کجا میدونی؟ پاسخ داد وقتی که از قطار پیاده میشدم خداوند نیازتو به من گفت و من اونو به تو میدم. این برادر این داستان رو هنگام خاکسپاری این شخص تعریف کرد و گفت که چقدر به خدا نزدیک بود. خدا به او گفت این برادر پیش تو میاد، احتیاجاتش رو رفع کن. و این برادر در اون زمان به شدت نیازمند بود. نزدیکی به خدا این امکانو بهمون میده که برادرها و خواهرامونو درک کنیم. این همون چیزیه که یوحنای رسول گفت وقتی برادر خود را میبینید، نگفت میشنوید بلکه میبینید. پس من باید حواسم به برادرم باشه و احتیاجش رو بدونم. و وقتی احساس کردم زیر بار مالی هستن، در برطرف کردن احتیاجات اونها شریک باشم. برادر یوسف این نشون میده که چرا بعضی وقتا نسبت به برادرانمون احساسی نداریم. چون براشون دعا نمی کنیم. همینطوره. شاید اگه براشون دعا می کردیم، حتی اگه ازمون نمی خواستن براشون دعا کنیم، شرایطشون رو متوجه می شدیم و روح القدس با همون صحبت می کرد. درست. برکت خدا را برای آنان که به شما جفا می رسانند بخواهید. برای آنان طلب برکت کنید نه لعنت. با خوشحالان خوشحالی کنید و با ماتمیان ماتم نمایید. این آیات به چه معناست؟ برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا میرسانند بخواهید. برای آنان طلب برکت کنید نه لعنت. میخوام به نکته زیبای این فصل بپردازم. من بهش میگم هفت کار ممنوعه. اینا هفت کار ممنوعه هستند. به آیه 2 دقت کنید. هم شکل این جهان نشوید. در آیه 3 میگه درباره خود افکار اغراق‌آمیز نداشته باشید. وقتی به آیه‌ای که کمی پیش خوندیم میرسیم، میگه برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا میرسانند بخواهید. برای آنان طلب برکت 14. کنید نه لعنت. این آیه 14مه. وقتی به آیه 16 میرسیم میخونیم خود را از دیگران داناتر مشمارید. این 4مین مورده. 5مین مورد در آیه 17مه. به هیچ کس به عوض بدی بدی نکنید. و آیه 19 میگه ای دوستان عزیز به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید. و آخرین آیه این فصل میگه مغلوب بدی نشوید بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. مسیحیت والا و بلند مرتبه است. نه فقط وقتی با ایمانداران سر و کار دارم، بلکه حتی وقتی با کسانی کار داریم که بهمون جفا میرسونن و لعنتمون میکنن و برای ما نقشه های شرورانه میکشن. بسیار خوب، اجازه بدین استراحت کوتاهی داشته باشیم. بینندگان عزیز به زودی برمیگردیم، با ما همراه باشید. به آخرین بخش برنامه خوش اومدیم. بریم و سوالات رو بشنویم. در آیه 16 می فرماید برای یکدیگر همان فکر داشته باشید و در چیزهای بلند فکر مکنید، بلکه با ذلیلان مدارا نمایید و خود را دانا مشمارید. لطفاً بفرمایید که منظور از چیزهای بلند چیه؟ برادر لطفاً این آیه رو توضیح بدید. خب فکر میکنم که ما یک بار درباره کلمه یکدیگر توضیح دادیم و به عنوان مثال در این فصل فهمیدیم که ما اعضای یکدیگر هستیم و در این آیه می‌خونیم برای یکدیگر همان فکر را داشته باشیم.
پس باید همونطور که به امور خودم اهمیت میدم به امور شما هم اهمیت بدم. به این خاطر که در واقع ما برادران یکدیگر هستیم و اعضای یک بدنیم. اگه عضوی آسیب ببینه همه اعضا دردمند میشن و اگه عضوی محترم شمرده شه همه اعضا شاد میشن، چون همه ما اعضای یک بدنیم و لازمه که به همدیگه توجه کنیم. و سپس میگه در چیزهای بلند فکر مکنید. این خصوصیت مردم دنیاست و مکتب شیطانه. اولین مخلوق متکبر که انسان رو به تکبر کشوند. اما اینجا چیزهای بلند یعنی امور متکبرانه. بله، امور متکبرانه یعنی میخوام حتی در سطحی ترین امور خودم رو برتر از بقیه بدونم. اما با ذلیلان مدارا نمایید مکتب مسیحه. پس مکتب شیطان انسان رو به تکبر میکشونه، اما مکتب مسیح اینه: با خدا برابر بود، خود را خالی کرد و صورت غلام پذیرفت و تا موت روی صلیب مطیع گشت. این معنی این دو عبارت بود: چیزهای بلند و مدارا با ذلیلان. بله، پولس میگه خود را دانا مشمارید. معنی این جمله چیه؟ گاهی تصوری که شخص از خودش داره به این صورته که امکان نداره در فکر من خطایی باشه و فکر میکنه من درست کارم و بقیه خطا کار. اینم نوعی تکبره که اینجا راجع بهش هشدار میده، چه در رفتار باشه و چه در احساس درونی. شاید این تکبر در ظاهر نباشه بلکه در درون من باشه و من از نظر خودم حکیم باشم. در آیه 17 بخش جدیدی درباره دشمنان شروع میشه. میفرماید به هیچ کس به عوض بدی بدی نکنید، مواظب باشید که تمام کارهای شما در نزد مردم نیکو باشد، حتی الامکان تا آنجا که مربوط به شماست با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید. ای دوستان عزیز، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات الهی واگذار کنید، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید خداوند می‌گوید من مجازات می‌کنم و من جزا خواهم داد. بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن، و اگر تشنه است به او آب بده، زیرا این کار تو او را شرمنده می‌سازد. مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. ما عمیقاً به این آیات نیاز داریم. ما در این عصر مدرن خیلی محتاج این کلمات هستیم، به خصوص در شرایط فعلی. بله، شرایطی که دنیای امروز در اون قرار گرفته می‌بینیم همشون با پیروان مسیح دشمنن. درسته. با توجه به این کلام چطور باید باهاشون رفتار کرد؟ به عیسی مسیح نزدیکتر بشیم و ببینیم او با دشمنانش چطور رفتار میکنه. این کمکمون میکنه که بفهمیم به عنوان پیروان مسیح باید صفات او رو نشون بدیم، اون هم نه نسبت به کسی که دوستمون داره، نه کسی که تشویقم میکنه، بلکه کسی که ازم متنفره و برام نقشه‌های بد میکشه. و من معتقدم که این کلمات ساده‌ن و به راحتی قابل درکن و حتی یک بچه کوچیک میتونه اونها رو بفهمه، اما اجرای اونها سخته و برای انجامش باید مسیح در ما زیست کنه. مهم نیست چقدر توضیحش بدم. من به بینندگان این قدرت رو نمیدم که مطابق با این کلام زندگی کنن، بلکه باید به تخت فیض نزدیک بشیم و از دعا کردن خسته نشیم. مشارکت با خداوند. بله، ما باید به خداوند نزدیک بشیم و با او مشارکت داشته باشیم تا اینکه صفات عالی و با شکوه مسیح که وقتی روی زمین بود نمایان شد در ما هم به همون صورت نمایان بشه. برادر، شاید خوب باشه که توضیح بدید از کجا میتونیم قدرت این کار رو به دست بیاریم. این قدرت با پذیرفتن حیات خدا یعنی حیات جاودان به دست میاد. بله. این حیات با اعتماد به مسیح به دست میاد و این قدرت رو میده که با دشمنان به همین روش رفتار کنیم. دقیقا. و با مشارکت روزانه با خداوند قدرت میابیم. درست. یعنی همه مسیحیان نمیتونن این کارو بکنن. نه، نمیتونن. پس وقتی به مردم یا به مسیحیان یا حتی در کلیسا میگیم دشمنت رو دوست داشته باش، بعضیاشون میگن این تملقه، این یعنی ضعف. پس به راه خودشون میرن و بدی رو با بدی جواب میدن. فریاد رو با فریاد، اسلحه رو با اسلحه یا خشونت رو با خشونت جواب میدن. بنابراین به کسانی که نمیتونن اینو انجام بدن باید چی بگیم؟ اونا میتونن، مگه اینکه ماهیت الهی رو دریافت نکرده باشن و با خدا مشارکت نداشته باشن و از طریق دعا و کلام خدا با مسیح خداوند رابطه روزانه نداشته باشن. پس اول نیاز به یک طبیعت تازه دارن. ما این طبیعت تازه رو با فیض دریافت میکنیم و از طریق تولد تازه از خدا. این طبیعت تازه من رو درست مثل پدرم میکنه. من از پدر زمینی خودم خصوصیات دنیوی و شرارت رو به ارث بردم، اما اونچه از پدر آسمانیم به ارث بردم تمامی صفات والاست. شما در الوهیت خدا شریک و سهیم شدید و باید مثل مسیح رفتار کنید. کاملا درسته. سپاسگزارم برادر یوسف، اجازه بدین درس امروز رو مرور کنیم. بفرمایید. در آیه 11 میفرماید با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق خدا را خدمت کنید. منظور پولس رسول در این آیه چیه؟ ایماندار واقعی باید در تمام زندگیش سخت‌کوش باشه، به ویژه در خدمت به خداوند. و علاوه بر سخت‌کوشی، خدمت ایماندار باید با ذوق و شوق همراه باشه.
این کوشش تنها فیزیکی نیست، بلکه در رابطه روحانی با خداونده. پس کسی که وفاداران خداوند رو خدمت میکنه باید این خدمت رو با کوشش خستگی ناپذیر و ذوق و شوق انجام بده. دو ویژگی خادم وفادار. بله. میفرماید برای کسانی که به شما جفا میرسانند طلب برکت کنید نه لعنت. این به چه معناست؟ در حقیقت خدا میخواد که ایماندار واقعی رفتارش متفاوت از مردم این دنیا باشه و زمانی میتونه در جفاها استوار بمونه که خلقت و طبیعتی تازه داشته باشه. طبیعت تازه‌ای که اونو از مردم دنیا متمایز میکنه. انسان دنیوی جفا رو جبران میکنه و انتقام میگیره. اما کسی که خلقتی تازه و همچنین الهی رو داره استوار میسته و از این طریق با خداوند مشارکتی روزانه داره. پس با بودن در حضور خدا میتونیم قدرت این کار رو داشته باشیم. برکت خدا با شما عزیزان. ممنونم. در حفاظت خدا باشیم. كيف أنسى سيدي الغالي المسيح كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح من رآني في هواني فأتى طوعا إلي من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي كيف أنسى قلبك العافي الكبير من عفى عني وعن جرمي الخطير فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا كيف أنسى سترك طول السنين يدك الحارسة في كل حين وسط حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة صرت حصني ورفيقي صرت لي باب النجاة هبني أنسى سيدي ذاتي هنا فعنادي قد أذاقني العنا فأغني في حياتي عالما أني غريب ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه‌های من کلامت تو شفا بخش درد و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به
آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.